دوم موسیقی که بعد از آرف صحبت کردیم اون اجرا میکنه. این جوان که جناب آقای ملازم میفرمایید 7 سال است که ردیف های آوازی رو، ضرب ها، ترانه های قدیمی رو پیش بنده نمیگم همش پیش بنده کار کردن و الان یک نوازنده شاخه با اینکه سنشون کمه ولی به اندازه یک نوازنده 60 ساله قدرت و فهم موسیقی دارن. حالا میزنن گوش کنید تماشا کنید با اجازه سرکار استاد اجازه میدم قربان اجازه میفرمایید جناب میسر. Thank you.
Thank you.
مسلم است که اندر قضاوت لیلی ای خدا ای دل هر آنچه حکم شبه هر آنچه حکم شبه بر ملک مجنون است خدا شهر از آن ها
Thank you.
دور مجنون گذشت و نوبت ماست.
هر کسی 5 روزه نوبت است. دیدید ها 5 روزه نوبت هایی که دیدید. حالا نوبت حضرت استاد بزرگ عارف قزوینی است. عارف به خدا قسم به اندازه تمام مشروطیت برای ما ارزش داره. یعنی عارف مال تمام مردم ایران. عارف فدایی مردم بود. عارف خواننده بی‌نظیری بود که مرتضی محجوبی تعریف میکرد. میگفت وقتی که میخوند این رگ‌های دست من که پشت پیانو می‌نشستم می‌زدم، رگ‌های دستم کشیده می‌شد. فقط برای اینکه بدونیم که این خواننده چقدر ارزشمند بوده، شبی برای یک گاردن پارتی که به نفع ایتام بوده 3 شب برنامه اجرا می‌کنه عارف. نوازنده‌اش کیا بود؟ مرتضی محجوب پیانو چون 12 سالش بوده 2-3 تا بالش می‌ذاشتن روی صندلی که قدش به پیانو برسه. برادرش ویرو می‌زنه. رضای محجوبی مرحوم به رضا دیوانه آخری ها یه در سال 34 اینا دیوانه شده بود برده. نوازنده‌های تار میزه عبدالله، شکری قهرمانی، منتظم الحکما، کمانچه باقرخان رامشگر، ضرب روانبخش و چند نوازنده دیگه این ارکستر رو اداره میکردن که نوازنده پیانوش مرتضی بوده. خدا شد و من چند سال به این مرد خواب کردم و اللهه وقتی پنجای استخوانش روی کلامای پیانو میرفت دیده نمیشد دستش. هیچ کس نیمد نظری چون پیانو بزنه و خواهد نخواهدم اومد. موضوع چه میدن؟ عارفو تشمیرش میکنه. میدونی تشمیرش چی بوده؟ نوکران های سلطنه میزن، پتکش میزنن به طوری که عارف چلا بل میشه میذاش تو بیمارستان نظمیه، یعنی شهربانی اون موقع. این موضوعی که به هنرمند میدن. بعد هم میدن یه شب دیگه برنامه بوده چیکار بکنی؟ ادیب خونساری رو میارن. آقای ادیب معلم من بوده. خب آقای ابراهیمی خدا شده من بدنم همجور میلرزید که من چجوری میتونم جای عارف بخونم. وقتی یه برنامه رو خونده بود ادیب اون موقعی جوانیش قدرتش خواننده خوبی بوده اون زرز بعد که عارف از بیمارستان بیاد بهش میگه تو خجالت نکشیدی وقتی به جای من خوندی تو خواننده اصلا کی گفته تو خواننده ببینید یک همچنین قدرتی در خوانندگی داشت و همچنین در شعر و شاعری نظیر عارف تو تمام دوران مشروطیت شاید فکر کنم نیامده باشه. این عارف با ایرج میرزا جلال الممالک خیلی دوست بودن با هم در تهران. منتها چون یک غزلی ساخته بود بر علیه مسوق دوله و قوام سلطنه و ایرج میرزا هم منشی قوام سلطنه بیه مدتی بود تحریکش کرده بودم که یعنی تحریکش نکرده بودم بین عارف و ایرج رو به هم زده بودم. در نتیجه در اون شعر عارفش میگه که تو آهوگی مکن جانا گرازی، تو آهوگی مکن جانا گرازی، تو شاعر نیستی تصیب سازی. حال من یکی از غزل‌های عارف رو براتون قرائت می‌کنم. شما رو به خدا پیش وجدانتون فکر کنید تو تمام دیوان ایرج که شاعر خوبی هم بوده واقعا. حال ببینید غزلی به این زیبایی پیدا میشه. داد حسنت به تو تعلیم خدا را ایرا، زیب اندام تو کرد این همه زیبایی را، قدرت عشق تو بگرفت به سرپنجه حسن
طرفتان ای زمن قوه بینایی را. هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. آخه عارف هیچگاه خانه نداشت. در تمام مدت عمرش خانه دوستان زندگی میکرد. هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را. جایی که شب بیر بخواب پیش نداشت. این مرد بزرگ، این مرد که خودش فدایی به خدا قسم هر یک غزلش که از خون جواد نان وطن لاله جانم لاله خدا لاله نمیده. ببینید چقدر حال داره. در ماتم سر به قدشان سر با خدا سر با خدا سر با خمیده. این یکی از آهنگ های زیبای عارف زمین که هیچ آهنگشی نمیشه گفت که از این یکی از اون باتری همه آهنگاش در سطح آنیست. عارف اینطور که بنده یادداشت کردم خودش نوشته، میگوید اسمم ابوالقاسم، اسمم ابوالقاسمه و عارف. وقت میدونی که شناسنامه هنوز نبودی. تولدم در قزوین، پدرم ملا هادی وکیل. میتوانم بگویم نطفه من به بدبختی بسته شده. چرا بدبختی؟ در اثر اختلافات بین همسر و شوهر. همیشه اینا که بین شوهر و همسر جنگ و جنات و خون است. بچه ها را آرده می کنند. بچه باید اشاره تو خانواده هیچ کدوم شما ها نباشه. بله. می گوید اولین معلم موسیقی و تعلیم آواز من مرد هنرمندی بود به نام حاج صادق خرازی. برای اینکه من عده زیادی از هنرمندان گذشته مثل آقای استاد خالدی یا استاد خادم میساق که باش زمین کردن میگفتن ایشون پیش آقای جناب قزوینی تعلیم گرفته، ولی در چیش من ندیدم، در کتابش اصلا اسمی از جناب نیورده. حالا نمیدونم چی شده که این کاری کرده، ولی مسلمم از آوازهای جناب هم نشأت گرفته. عارف میگوید دفترچه شعری داشتم. این دفترچه شعر در 300-400 شعر و غزل و آهنگ توش بوده. این ازش میزنم اگر تو دست من بود خیلی چیزهای گم شده رو من ازش پیدا میکردم مینوشتم. اون دفترچه رو دستش میبرم. میگوید اگر این دفترچه را داشتم خیلی از ردیف ها به یادم می آمد. این طور که نوشته 14 ماه خدمت این استاد بوده. نوشته 14 ماه خدمت استاد کردم. صفحه 85 دیوان عارف قزوینی اگر مناسب فرمایید در او هست. دو تا معلم داشت. معلم آواز دومین معلم او که مرد بسیار عزیزی بوده و دانشمند بوده و فقیه بوده و شعرشناس بوده و عارف بوده، یعنی دارای سینه بوده که کارهای خارق عادت میکرده که مثلا مریضی که افتاده بوده داشته میواده یه دفعه دست میکشه سرش مریض مثلا چند ساعت حالت راحتی که یعنی حالت سلامت چه پیدا میکرد. یه همچین کسی بوده. آقای میرزا حسین واعظ قزوینی، این واعظ بوده، معلم بوده و عارف رو درس بوده. پسر حاجی ملا نوروز قزوینی که مردی فاضل ادیب بوده است. در سن 17 سالگی این قصه را که یادگار عمر نام نهاده ساخته که سه بیت آن قرائت می شود.
17 سالش بوده این شعر گفته. چون افتاد ماه محرم به نوبهار، گریان آسمان و زمین. ببخشید. باز ابر گریه خیمه فکن شد به جویبار. من اینکی که با چشمم باشه، این اینکی دوربین یادم را تو بیارم، یه وقت اشتباه کردم بیبرد. باز ابر گریه خیمه فکن شد به جویبار، آمد زمان ماتم و وقت طرب گذشت. چون افتاد ماه محرم به نوبهار، گریند آسمان و زمین بهر شاهدین. نالند جن و انس بر آن شاه زار زار. اینو در سن 17 سالگی که پدرش امامه سرش گذاشته بوده و گفته بوده که تو بایستی که واعظ بشی و بایستی که ذاکر از سید و شهدا بشی، این رو اون موقع ساخته. که البته بعدها که پدرش فوت میکنه از دنیا میره، بویان تغییر لباس میده، لباس شعوز میکنه و نمیپوشه، لباس روحانیت رو در بره، لباس روحانیت نوعی میپوشه که اون موقع رفته رو توی همین مسجد شاه قزوین هوش کرده بودن. میدونم پوتین برقی پوشیده و لباس جوی سانتیمانتاره به قول امروزه بهش خندیده بودن و اومده بوده بیرون. بعد ایشون در همین سن و سال از مدرسه که در اون درس میخونده در سن 17-18 سالگی فارغ التحصیل میشه. یعنی اسم مدرسه رو نیاورده که مدرسه چی بوده، ولی وقتی میآید از مدرسه بیرون دارای خط بسیار خوش که 4 نوع خط رو قشنگ مینوشته، خط نسخ و نسخ علیق و قمار و نوع دیگه که الان اسمش رو میدونم. خیلی خطش خوبه که حضرت استادی استاد توی الان چیز کردن و توی دفترشون گذاشتن. چنوهای وکیل ها خط بهار رو به خط عارف رو گراور کردن و عکسش هم بسر روش واقعا خط دیدنی و تماشا کردن. معلم خط او استاد شیخ رضای خوشنویس بودی که مردی کامل و ادیبی فاضل بود. خط شکسته و نصری را خوب می نوشت و دیگر استاد بی آقای شیخ علی شالی معروف به سکاک، او هم معلم خط استاد عارف بود. ولی حالا از کجا طبع شعر رو پیدا کرده معلوم نیست، چون نه پدر شاعر بوده و نه برادراش طبع شعر داشتن. بعد یه نفر این خانواده شکوفا شده و به قولی خودش میگوید که همه جا قصه دیوانگی مجنون است، هیچ کس را خبری نیست که لیلی چون است. غزلی ساخته میگه من روزگارم اینجوری بوده، من زحمت کشیدم 17 سال زحمت کشیدم، هم در خط و هم در موسیقی سرآمد موسیقی داران به خوانندگان عصر خودشون. اما میاییم در موضوع اینی که اصفهانی ها فقط موسیقی مال خودشون نیست، همچنین چیزی اصفهان مرکز هنره، مرکز واقعا هنره، ولی تا به تهران نیامدن کسی اینا رو نشناخت. آقای تاش تا به تهران نیامد، آقای جلیل شهناز استاد مسلم بدیل تار، آقای حسن کسی تا به تهران نیامدن در اون گوشه کسی ایشان رو نمیشناخت، ولی عارف رو همه جا میشناخت. به تهران نیامد اصلا موقع دیدی که پس از چند سال بعد، یعنی در سن 25 سالگی به تهران اومد و
با شاهزادهای قاجاری دمخور شد و روزگارش رو تباه کردن همین ها. ۲۵م گذشته بود از عمر، ۱۸ سال قبل از این تمثال، همچون نقش برا افکندم عکس بر شیشه، همچو آب زلال. این رو پشت یکی از تصاویر تصویرش نمیشه. 25 سال خط عکس 25 سالش رو آورده، 18 سال بعد این شعر رو پشتش نمیشه. این بزرگترین خواننده اصفهان سید رحیم بود که معلم تاج، معلم ادیب و معلم خیلی از این خواننده های اون روزگاری بوده که در اصفهان معروف شدن. این سید رحیم پیش تا آقای عارف کار میکرده، برای اینکه میگه که من سید رحیم پیش من بود و من تعداد زیادی از ساسانی فراهم یاد او دادم. دفتری که اون میکنه میگه بلکه از او بگیرم. در تهران ملاقاتش میکنه و او هم متاسفانه یادش رفته بوده. پس معلوم میشه که سید رحیم پیش عارف کار کرده و بنده خدا ادعایی نداشت، ننوشته بود که من معلمش بودم، ولی نوشته بود که من تعدادی از زیادی از تصمیمهای خودم رو یاد این دادم. گفتم که خب دفترچه هم گم شده، الان اون میدونه، ازش شعرها رو میگیرم و ترانه ها رو میگیرم که ساخته بودم و میزنم در اختیار مردم و اینها هیچ کدام گیرش نیامد. عارف واقعا نمیشه گفتش که فقط خواننده بوده، یه مرد فداکار، یه مرد وطن دوست، مردی بوده که الان ما ترانهاش که میخونیم مثل اینکه عارف پیش ما نشسته داره یادمون میده. این ترانهاش تازه و قشنگه. مثلا اینکه ترانهاش آقای سعیدی خونده بود، چه شورها که من به پا به شاه ناز میکنم. بهش گفتم که سعیدی جون، اینجور که تو خوندی اون نیست که عارف یاد داده، بلکه مازاهان آهنگاشو خوب میدرست محجوبی. من براش خوندم همین چه شورها رو، خیلی خوشش من گفتش که بشه که من این به من یاد بدیم. حالا من میخوام بعدها اون تصیب رو یاد سعیدی بدم، یاد هنرجویانی هم که من درسشون میدم اینجا و زحمت میکشم و هنر رو یاد میگیرم و اونها هم یاد بدم. طرز تدریس بنده این از چه قربم یک دو ماه یک دستگاه آواز رو مقدارش کار میکنم، بعد ماه دیگه یک دستگاه دیگر کار میکنم، برای که هنرجو و هنرموز خسته نشه، در یه چیز بمونه خمود بشه. و اینها رو من از مرتضی خان دارم. مرتضی خان هم میگفت عارف هم همجور بود، به کسی تعبیر میداد اینجوری تعبیر میداد. چند خواننده ایشون تربیت کرده که الان اسمشون نمیدونم، ولی حضرت اقبال سلطان خواننده‌های خوبی در تربیت کرد. اول رضا قلی‌میرزای زلی شاهزاده که اهل قزوین هم بوده، مثل که از خانواده چاید مافیا ها باشه نمیدونم. من الان دیگر خانم قمرانمانی که وزیری شاگرد اقبال بوده، دیگر جمال صفدی، دیگر یک جوانی بوده به اسم اسکرپور، الان نمیدونم من کی بوده، برای که ما ندیدیمش. گفتم که کپی عارف میخونده، یعنی چیزایی که یک شده بوده او خیلی خوب میخونده. چندین خواننده رو ببخشید کپی آقای اقبال سلطان میخونده، چندین خواننده رو حضرت اقبال تربیت کرد و تحویل اجتماع داد و اینها خودشون از خواننده های بزرگی کشور ما شدن که رضا قلی‌میرزای زلی معلم آقای فاخته‌ای بود،
قوامی، سرهنگ قوامی که از خانواده خوب کشور ما بود، تربیت شده دانش آموخته همین بزرگوارزای زیلی بود. حال اگر میخواییم که باز هم راجع به عارف صحبت کنیم و ادامه بدیم، شما خسته بشید و بهترین که با اجازه استادان عزیز یه بخش دیگه از موسیقی رو اجرا کنیم و با پیک امشب است توی میزبان منم مهمان، چو بامداد رسد رفته از سرایتان. پردام از حدودتون مرخص بشن یا عدی مدد. حالا از آقای شهبازی با آقای چیز خواهش کنم که تشریف بیارن برنامه دومان رو بزنن. Thank you.
اسم خسروانی، خسروانی گوشه آوازی، نه گوشه سازی، گوشه آوازی متعبر و طولانی است. برای مه من نگاه بکشا، ز جمال کبریا مه من نگاه بگشا، ز جمال کبریا. که بتان فرو بزاره، که بتان فرو بزاره، اساس خود نما. شده انتظار مذهب، شده انتظار مذهب، چه شبت زدر در آی، زدر در شده انتظارم از هر چه شبت زدر در آی، چه شبت زدر در آی، زد و دیده خون فشانم، ز غمت شب جدا. چه کنم چه کنم که هست اینها، گل با چه کنم که هست اینا، گل با داشنا. یا thank you.
کن عاشقا گیرد رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو دیوانه من در دل آتش دارم من در دل آتش دارم هر بار شو هر بار شو هر بار شو Thank you.
شهبازی و تشکر از این حضور سبز شما. اجازه بدید که من دعوت بکنم از استادان عزیزم، استاد محسس، استاد قانه و استاد میرفخرایی تشریف بیارن روی صحنه تا هدیه‌ای به رسم یاد بود از سوی انجمن موسیقی قزوین تقدیم آقایون بشه. تشریف بفرمایید جناب آقای وکیل. خیلی متشکرم. حضرات تشریف بفرمایید تا به میان شما برگردم. با تشکر از انجمن محترم موسیقی قزوین امیدوار هستیم که بله خواهش بکنم بالا عکس یادگاری هم انشاءالله در 13 نشست پژوهشی موسیقی قزوین در خدمتتون خواهیم بود. کانون موسیقی حوزه هنری هم ظاهرا سلسله برنامه‌هایی رو از هفته آینده شروع خواهد کرد با همین عنوان موسیقی قزوین که پنجشنبه آینده ساعت 5 بعد از ظهر در محل حوزه هنری قزوین خواهد بود. امیدوار هستم که دوستان هم پژوهش‌هاشون در عرصه موسیقی در تاریخ ثبت و ضبط بشه. خیلی متشکرم، محبت کردید، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب بخیر. Thank you.
Thank you.